بینندگان محترم، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، عبدالله 2021 برای افغانستان یک سال شوم بود. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در دولت سرنگون شده سال 2021 میلادی را سال شوم برای افغانستان خوانده و گفته است که در این سال یک فرصت منحصر به فرد از طریق گفتگوهای فراگیر برای جلوگیری از سختی ها به مورد از میان رفت. او این مطلب را امروز چهارشنبه 8 جدید در توییتر به زبان انگلیسی منتشر کرده است. عبدالله نوشته است سال 2021 برای افغانستان یک سال شوم بود. یک فرصت منحصر به فرد از طریق گفتگوها فراگیر برای جلوگیری از سختی های به مورد از میان رفت. او در ادامه ضمن روزوی سلامتی و موفقیت برای دوستان خود در خارج از کشور در سال 2022 گفته است که برای صلح جهانی و استقامت و بهبودی مردم افغانستان دعا میکند. آقای عبدالله دو نظامی پیشین مسئولیت روند صلح را به عهده داشت، روندی که هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت و طالبان پس از فرار اشرف غنی و فروپاشی دولت و ارتش بدون توافق سیاسی قدرت را در اختیار گرفت. تسلط طالبان بر افغانستان یکی از رخدادهای سال 2021 دانسته می شود. با روی کار آمدن طالبان، فقر و گرسنگی در کشور تقریبا فراگیر شده و نهادهای کمک رسان درباره بروز فاجعه انسانی هشدار می دهند. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید تا بسته خبری دیگر. الله مددگارتان. فراموش نکنید این ویدیو را لایک و به دوستانتان به اشتراک بگذارید. پیروز و کامگار باشید.